در 113 نشست کمیته محو کلیه اشکال تبعیض نژادی سازمان ملل متحد که از دیروز در مقر این سازمان در ژنو در حال برگزاری است، نوبت ارائه گزارش از سوی جمهوری اسلامی ایران بود. نمایندگان جمهوری اسلامی در حالی گزارش خودشون رو به این کمیته ارائه و از عملکرد کشور در خصوص تبعیض نژادی دفاع کردند که 3 پیش در گزارش جدید کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در امور ایران به شواهد سرکوب بیرویه و نامتناسب اقلیت‌ها در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ در اعتراضات 1401 اشاره مستقیم شده. لیلی نیکفر، خبرنگار آزاد که برای پوشش این نشست در ژنو حضور داره، با ماست. لیلی، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم. اسم با همین کمیته کنوانسیونی وجود داره که ایران هم جمهوری اسلامی هم عضو اون هست و در طول تمام این نشست ها باید تمام کشورهای عضو گزارش های ارائه بدن، ولی بسیاری معتقدن که ایران هیچ وقت گزارش درست و به موقع ارائه نمیده و گزارش ها رو دیرتر و با در واقع با تمرکز بر اون چه که پیام حکومت هست ارائه میده. در مورد گزارش که دیروز و امروز ایران ازش دفاع کرد و سوال‌هایی در مورد اون مطرح شد، اعضای کمیته سوال‌های چالش برانگیز رو از نمایندگان ایران پرسیدند، در خصوص اینکه چرا در مورد اینکه حالا قصد داریم این اقدامات رو بکنیم، قصد داریم برای بهبود اوضاع حقوق بشر این کار رو بکنیم و ما یا اینکه قانون اساسی ایران اصلا در راستای حمایت از حقوق بشر بوده، سوال‌های زیادی شده. اونها مثل همیشه سوال‌ها رو به صورت غیر مستقیم دور زدن و پاسخی ندادن. در مورد نحوه جوابگویی اینها من صحبت کردم با خانم صباه بندویی، اون رو بشنویم. متاسفانه وقتی میگن که ما فقط یه اقلیت داریم، یعنی واقعا دارن انکار میکنن که بلوچ‌ها رو، کرد، همه اقلیت‌هایی که توی ایران هستن. میتونم بگم که خود کمیته خیلی خوب این رپورتی که گروه حقیقت یاب نوشته خیلی خوب میشناسنش و خوندن و میدونن، متوجه هست نقطه هایی که نوشته بودن اینجا. و اینم میتونیم ببینیم وقتی سوال میپرسن خیلی اطلاعات خیلی خوبی دارن در مورد این شرایط. اینم میتونیم ببینیم که مثلا اینقدر سوال هایی که میپرسن دوباره تکرار میکنن و میگن لطفا اینو جواب بدین، خودش نشون میده که میشناسن، میدونن شرایط مردم ایرانو. تکرار میکنن، یه نوعی میخوان جلب توجه اون سوالو ببرن یه جای دیگه. مثلا یکیشون دیروز در مورد شرایط فلسطین حرف میزد، اصلا هیچ ربطی نداره به کسای مردم خود ایران، چه ظلمایی که دارن اونا میکشن. یعنی میخوان همش جلب توجه رو بردارن بذارن یه چیز دیگه، سوالو یه جورای دیگه جواب بدن. اینم گفتم که اصلا تکنیکی که همش جمهوری اسلامی استفاده میکنه. سپاسگزارم. لیلی نیکفر، خبرنگار از نروژ، ژنو با ما.